از گناهان خود توبه کنید، زیرا که ملکوت خدا به زودی فرا خواهد رسید. صدای فریادی در بیابان می شنوم که می گوید راهی برای خداوند آماده کنید، جاده‌ای را برای آمدن او هموار سازید. این فرزند عزیز من است که از او خوشنودم. دانیال نبی چنین میگوید: در حالی که مشغول دعا بودم و به گناهان خود و گناهان قوم اسرائیل اعتراف می نمودم، به حضور خداوند خدای خود برای معبد بزرگ التماس می کردم. جبرئیل که او را قبلا در خواب دیده بودم با سرعت پرواز کرد و هنگام قربانی شام نزد من آمد و به من گفت: دانیال، من آمدم تا به تو خبر دهم تا بتوانی این اسرار را بفهمی. در همان لحظه که مشغول دعا شدی، دعای تو مستجاب شد و من آمدم که به تو خبر دهم، زیرا خدا تو را بسیار دوست می‌دارد. پس اکنون توبه کن تا آنچرا که در مورد خوابت می‌گویم بفهمی. به امر خدا برای قوم تو و شهر مقدس تو 70 هفته طول می‌کشد تا فساد و شرارت از میان برود، کفاره گناهان داده شود، عدالت ابدی برقرار گردد و معبد بزرگ دوباره تقدیس شود. به این ترتیب پیشگویی ها و رویاها به انجام رسد. بدان آگاه باش که از زمان صدور فرمان بنای مجدد اورشلیم تا ظهور پیشوای برگزیده خدا 7 هفته و 62 هفته طول می کشد. با وجود اوضاع آشفته، اورشلیم با جاده ها و دیوارهایش بازسازی می شود و پس از آن 62 هفته آن پیشوای برگزیده خدا کشته خواهد شد، اما نه عادلانه. سپس پادشاهی با لشکریان خود به اورشلیم و معبد بزرگ حمله کرده با آنها را ویران می کند. آخر زمان همچون طوفان فرا می رسد و جنگ ها و ویرانی هایی که معین شده با خود خواهد آورد. میکا همین چنین گفته است: ای دختر افواج، الان در فوج ها جمع خواهی شد. آنان بر ضد ما سنگرها بستند و با عصا بر رخسار داور اسرائیل خواهند زد. و تو ای بیت اللحم افراحته، اگرچه در هزاره های یهودا کوچک هستی، از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و طلوهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است. بنابراین ایشان را تا زمانی که زن حامله بزاید تسلیم خواهد نمود و بقیه برادرانش با بنی اسرائیل باز خواهند گشت و او خواهد ایستاد و در قوت خداوند و در کبریای اسم یهوه خدای خیش گله خود را خواهد چرانید و ایشان به آرامی ساکن خواهد شد، زیرا او الان تا اقصای زمین بزرگ خواهد بود و او آرامش خواهد بود. آیات زیاد هستند، در اشعیا آمده است. بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد: اینک باکره حامله شده، پسری خواهد زایید و اسم او را امانوئیل خواهد خواند. و در آن روز کران کلام کتاب را خواهند شنید و چشمان کوران از میان ظلمت و تاریکی خواهد دید. و آمده است که او از هسته زن خواهد بود و برای از بین بردن نقشه شیطان ظهور خواهد کرد. شیطان پای این هسته را کبود خواهد کرد، اما او سر شیطان را له می کند. از یک باکره متولد می شود، از دودمان داوود است.
شما صدایی میشنوید؟ ای دختر صهیون، بسیار وجد بنما، و ای دختر اورشلیم، آواز شادمانی سر بده. اینک پادشاه تو نزد تو می آید، او عادل و صاحب نجات و حلیم است و بر کرعلا سوار است، و من عرابه را از افرایم و اسب را از اورشلیم منقطع خواهم ساخت و کمان جنگی شکسته خواهد شد و او با امتها به آرامش صحبت خواهد کرد و سلطنت او از دریا تا به دریا و از نهر تا به اقصای زمین خواهد بود. و اما من اسیران تو را نیز به واسطه خون عهد تو از چاهی که در آن آب نیست رها کردم. این است روزی که خداوند ظاهر کرده است، در آن وجد و شادی کنیم. آه ای خداوند نجات ببخش، آه ای خداوند سعادت عطا فرما. متبارک باد او که به نام خداوند می آید، از پادشاهی خداوند شما را برکت می دهیم. ای اورشلیم، کاش که تو حتی تو در این روز تشخیص می دادی که چه چیزی برایت صلح و آرامش برمغان می آورد. ولی افسوس که از چشمانت پنهان گشته. زمانی فرا خواهد رسید که دشمنانت گرداگرد تو سنگرها خواهند ساخت و عرصه را بر تو تنگ خواهند کرد. تو و فرزندانت را در درونت به خاک و خون خواهند کشید، طوری که سنگ بر سنگ بنا نخواهد شد، زیرا از موعد دیدار خدا با خود غافل ماندی. چه میخواهی برایت بکنم؟ من کور مادرزاد هستم، میخواهم ببینم، مرا شفا بده. آیا ایمان داری که شفا پیدا خواهی کرد؟ ایمان دارم، ایمان دارم. پس به ایمانت بینا شو. Come on!
منو شفا بده. من فلجم. به ایمانت برخیز فرزند، برخیز و به سر خود را بردار. مکتوب است خانه من خانه دعاست، شما آن را مغاره دزدان ساختید. اینجا کسب کار منمایید، اینان را بیرون برانید. من نیز از شما سوالی دارم، به من بگویید که آیا تعمید یحیی از آسمان بود یا از زمین؟ این معبد را خراب کنید، ظرف 3 روز آن را از نو بنا خواهم کرد. این مرد به نام مسیح موعود مردم را به دور خودش جمع کرده، شفا می دهد، برکت می دهد، موعظه می کند. آیا او مسیح موعود بنی اسرائیل است؟ بیشک او مسیح موعود نیست. نشانه های وی با مسیح موعود یکی نیستند، تناقض دارند. ولی اینطور نیست.
نشانه ها بر صحت این امر دلالت دارند. کدام این نشانه ها یکیست؟ بیشتر بگو. او در بیت لحم به دنیا آمده که پیش بینی شده است. از یک باکره متولد شده که پیش بینی شده. بیماران را شفا می دهد که باز هم پیش بینی شده است. عیسی ناصری بسیاری از نشانه های مسیح موعود را در خود دارد. ولی نشانه هایی وجود دارد که با مسیح موعود همخوانی ندارد. بیشتر بگو. می شنوی. اگر عیسی واقعا همان مسیح موعود است، پس بایستی طرز تفکر و رفتار او بیشتر شبیه به ما باشد. آری. عیسی به جای اینکه دزدان و زنان بدکار را محکوم کند، با آنها رفت و آمد می کند. عیسی به جای اینکه در حضور دیگران به رهبران دینی ما احترام بگذارد، با آنها با تندی سخن می گوید. و بدتر از همه، عیسی به طرز آشکارا و عامیانه می گوید که او آمده است تا حیات ابدی را به آنان عطا کند. اما این تنها در صورتی امکان پذیر است که ما به او ایمان بیاوریم. در مورد کار نکردن در روز سبت، او در برابر ماست. او همانند روزهای دیگر در روز سبت بیماران را شفا می داد. این گونه است. اشتباه است. با ما یکی نمی قبول ندارد. چه شده است؟ ای سر برمان، این سر برمانه او کار ناشورت متقیب شده. باید سر برمان سر برمان رحم کنی، جدا خدا ببخشید مرا، رحم کنی. آیا کسی با چشمان خود دیده است؟ آره من دیدم. کمی جلوتر بیا. باز هم تو رو خدا بگذاریم، رحم کنی. تو با چشمان خود دیده ای؟ آری با چشمان خود دیدم که این زن بدکاره چه گناهی را مرتکب شده است. تو رو خدا بگذاریم، رحم کنی. آیا تو مطمئنی؟ شهادت میدهم. تو رو خدا رحم کنی. بگذاریم. شریعت باید اجرا شود. ساکت باش! اجازه بفرمایید این حکم را به عیسی ناصری واگذار کنید. آری او که شریعت ما را رد نمی کند، پس باید حکم شریعت را اجرا کند. اگر چنین نکرد از طرف ما محکوم است. آری. و اگر چنین کرد خودش را محکوم کرده است، زیرا عیسی میگوید گمان مبری که آمدم تورات یا نوشته انبیا را منسوخ کنم. من نیامدم که نقض کنم، بلکه آمدم تا تحققشان بخشم. آمین به شما میگویم تا آسمان و زمین از میان نرود، نقطه یا همزه از تورات از میان نخواهد رفت تا تمام به انجام رسد. پس هر که کوچکترین احکام را بشکند و یا به دیگران بیاموزد، در پادشاهی آسمان بسی کوچک است. و اگر چنین احکام را اجرا کند و به دیگران بیاموزد، در پادشاهی آسمان بسی بزرگ خوانده خواهد شد. ای زن، حکم تو را به عیسی ناصری می سپاریم. با هم می رویم. عزیزان من، اگر به زبان مردم و فرشته ها سخن بگویید ولی محبت نداشته باشید، همچون طبل های توخالی و سنج های فغان کننده هستید. اگر نبوت ها بکنید، جمیع اسرار و همه معارف را درک کنید، آنقدر ایمان داشته باشید که کوه ها را جابجا کنید، ولی محبت نداشته باشید، هیچ سود نخواهید برد. اگر جمیع اموال خود را صدقه بدهید، بدنهای خود را همچون قربانی سوختنی به پیشگاه پدر آسمانی ببرید، ولی محبت نداشته باشید، هیچ است. ای استاد، چگونه بفهمیم که محبت داریم؟
محبت بردبار و حلیم است، حسد نمی برد، کبر و غرور ندارد، محبت اطوار ناپسندیده ندارد، نفع خود را طالب نیست، با ناراستی خوشحال نمی شود ولی با راستی خوشحال می شود. محبت خشم به دل نمی گیرد، کینه جو نیست، در فکر انتقام نیست. محبت بردبار است، ایمان دارد، همه چیز را می آزماید و در همه حال ایمان دارد و تحمل دارد. زیرا محبت هرگز ساقط نمی شود، جمیع اسرار و معارف زائل خواهند گردید، زبانها به انتها خواهند رسید، همه نبوت ها به تحقق خواهند رسید. زیرا جزئی نبوت می کنیم و جزئی علم داریم، ولی زمانی که کامل بیاید جزئی نیست خواهد شد. ای دوستان من، خدا محبت است و هر که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در او. در محبت هیچ ترس نیست، بلکه محبت ترس را به طور کامل بیرون می ریزد. زیرا ترس نتیجه مکافات است و هر که می ترسد در محبت به کمال نرسیده است. سرورم، چگونه بفهمم که می توانم خدا را دوست داشته باشم؟ کسی را که به من ظلم نموده است بتوانم ببخشم؟ من واقعا خدا را دوست دارم ولی نمی توانم کسی را که به من ظلم کرده است ببخشم. هر که بگوید خدا را دوست دارد و محبت می کند ولی از برادرش نفرت داشته باشد، بیشک دروغگوی بیش نیست. چگونه می توانید خدایی را که هرگز ندیده اید و صدایش را نشنیده اید دوست داشته باشید ولی از برادرتان که هر روز می بینید نفرت به دل داشته باشید؟ زیرا این حکم را یافته ایم که هر که خدا را دوست دارد و می خواهد خدا را محبت کند، باید برادر و همسایه خود را نیز به همان سان دوست داشته باشد و محبت کند. الحال سه چیز باقی می ماند: ایمان، امید و محبت، ولی والاتر از همه اینها محبت است. سلام بر عیسای ناصری و این شاکر. شالوم پدر با تو و همراهانت باد. چه حکمی؟ هر آن کس که هیچ گناه نکرده است سنگ اول را بزند. ای زن، کجایند آنانی که تو را محکوم می‌کردند؟ هیچ کس تو را محکوم نکرد؟ نه سرورم، هیچ کس مرا محکوم نکرد.
من نیز تو را محکوم نمی کنم. برو ولی دیگر هیچ گناه مکن. خداوند را جستم و مرا اجابت کرد. او مرا از همه ترس هایم رهانید. آنان که نگاهشان بر اوست می درخشند و روی آنان هرگز شرمسار نمی شود. این مسکین فریاد برآورد و خداوند صدایش را شنید و او را از همه تنگی‌هایش نجات داد. فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان او اردو می‌زند و او را می‌رهاند. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. خوشا به حال آن که در وی پناه گیرد. خوشا به حال آن که در وی پناه گیرد.